بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام علیکم، صدای منو دارید؟ صدا هست بچه ها؟ یکی دیگه از مباحثی که تو درس دومتون و مشترک با کتاب 11 هم مطرح شده بحث جملات شرطیه. جملات شرطی رو اصطلاحا بهش میگن conditional sentences. conditional sentences یعنی جملات شرطی. میگیم که این نوع از جملات همیشه از دو جمله شرط، تو پرانتز می‌نویسم if clause، و جواب شرط، تو پرانتز میگیم main clause، تشکیل میشوند که جمله شرط را پیرو و جواب آن را پایه مینامد. و جملات شرطی بچه ها همیشه از دو تا جمله تشکیل میشه، یکیش ایف کلاس، یکیش ایف داره و یکیش ایف نداره. ما قبلا هم به شما گفتیم اون جملاتی کلمه ربط دارن بهشون میگن جملات پیرو، اون جمله دیگه میشه جمله چی؟ پایه. خب حالا اگر ایف کلاس اول بیاد بعد من کلاس بیاد، بینشون حتما بایستی کاما بذارید، بینشون حتما بایستی کاما قرار بگیره. ولی اگر جای مین کلاس و ایف کلاس عوض بشه، یعنی اینجوری نوشته بشه اول مین کلاس بیاد و بعد شما بخواید ایف کلاس رو به کار برید، از نظر معنایی فرقی نمیکنه، ولی از نظر ظاهری اون کامای بینشون چی میشه بچه ها؟ حذف میشه، بینشون نبایستی کاما بذارید. پس همیشه ما میتونیم جای ایف کلاس و مین کلاس رو عوض بکنیم. ایف کلاس اول بیاد بعد مین کلاس کاما میخواد، جاشون ریورس بشه، عوض بشه، اون کامای چی میشه؟ حذف میشه. حالا تو صفحه بعد خدمتون میگم که به طور کلی میتوانیم جملات شرطی را به سه بخش زیر تقسیم کنیم: یک، میگیم شرطی نوع اول، شرطی نوع اول، یا اصطلاحا بهش میگن شرطی ممکن. شرطی نوع اول رو بهش میگن شرطی چی؟ ممکن. میگیم در این نوع جملات، در این نوع از جملات امکان وقوع عمل در زمان حال یا آینده وجود دارد و قید زمانی که معمولا با این نوع از جملات آورده می شود به صورت آینده است. جملات شرطی نوع اول دارای فرمول زیر می باشند. شرطی نوع اول یک فرمولی داره بچه ها که بهش میگن شرطی ممکن، یعنی امکان وقوع عمل هست. حالا فرمولش چیه؟ اینه: قسمتی که ایف داره بایستی زمانش حال باشه و قسمتی که ایف نداره بایستی زمانش آینده باشه.
آینده تو شرطیار اینجوری تعریف کنید. میتونید با ویل بسازید، میتونید با کن بسازید، با می بسازید، با ماس بسازید. بعد از اینها هم که شکل ساده فعل میاد. مصدر بدون تو. پس در جملات شرطی نوع اول قسمتی که ایف داره بایستی زمانش حتما حال باشه و قسمتی که ایف نداره بایستی زمانش آینده باشه. مثلا این جمله رو نگاه کنید بچه ها. The news to her if she comes here. این جمله رو ببینید. چهار تا جواب به ما میدن. Will tell, would tell, و could be told. به نظر شما ها کدوم جواب درسته بچه ها؟ بله بقیه خانم ها؟ خانم علیزهی، خانم باقری؟ بله بله. باز نگاه کنید، ما در اینجا if داریم، میگیم شرطیه. چه زمانی آورده؟ زمان حال آورده. پس این میشه شرطی نوع اول. اینجا بایستی حتما آینده باشه. مین کلازمون بایستی آینده باشه. خب آینده یعنی یکی از این فعل‌های کمکی به اضافه مصدر بدون تو. پس قاعدتا بود جزش نیست. کود هم جزش نیست. یا اولی میشه یا سومی میشه. فرق یک و سه چیه بچه ها؟ تو شماره سه بی داره با قسمت سوم فعل. این مجهوله و این چیه؟ معلومه. این که ما معلوم انتخاب کنیم و مجهول، به دو دلیل میگیم مجهوله. یک، اینکه تل گفتن چه چیز را مفعول میخواد، چون مفعول نیومده پس مجهوله. دو، رابطه نیوز خبر و گفتن خبر. کی باید خبر کشی کنه؟ کی بایستی خبر رو اعلام بکنه؟ اسمش نیومده پس حتما بایستی مجهول باشه. یعنی گزینه سومی درسته. موضوع فهمیدید؟ یعنی اینجا من اومدم تو این تست دو تا بحث رو قاطی کردم. یکی این که دانش آموز بفهمه شرطی نوع اوله. دوم این که جمله رو با مجهول بایستی جواب بده. یعنی شرطی نوع اول مال گرامر درس سوم کتاب 11، مجهول ها مال درس اول کتاب 12. این دوتا رو با هم قاطی کردم، این تست به وجود اومد. میگه خبرها میتونه بهش گفته بشه اگر بیاد اینجا. معنی این جمله اینه، خبرها میتونه بهش گفته بشه اگر بیاد اینجا. ضمناً این کلمه نیوز هم بچه ها، این خودش یک کلمه خاصی نیست، از چهار تا کلمه گرفته شده. نیوز، ببینید این چهار جهت اصلی، شما رو نقشه نگاه کنید. اینجا رو بهش میگید نورس، اینجا رو میگید ساوس، اینجا رو میگید ایست، و اینجا رو هم میگید چی؟ وست. خب این انش بچه ها برمیگرده به نورس، ان برمیگرده به نورس، ای برمیگرده به ایست، ای برمیگرده به ایست، دابلیو برمیگرده به وست، و اسش هم برمیگرده به ساوس. یعنی از چهار گوشه جهان. موضوع فهمیدید؟ از کلمه نیوز اقتباس شده از حروف اول کلماتی مثل نورس، مثل ایست، مثل وست و مثل ساوس. درست شد؟ حالا تو شرطی نوع اول این مطلب رو هم من به عنوان یک تذکر خدمتون بنویسم. اینجا می‌نویسم تذکر. میگیم در شرطی نوع اول، در شرطی نوع اول
در قسمت شرط، در قسمت جواب شرط. می توانیم فعل جمله را به صورت امری به کار ببریم. تو شرطی نوع اول قسمت جواب شرط رو ما میتونیم به شکل امری بیاریم بچه ها. یعنی چی؟ مثلا این جمله رو ملاحظه بفرمایید. میگیم if she telephones، that I'll come back soon. این جمله رو ببینید، چهار تا جواب به ما میدن. will say، to say، says و say. بفهمید کدوم جواب درسته بچه ها و چرا؟ بقیه خانم ها؟ بقیه خانم ها کدوم جواب انتخاب میکنن؟ بله؟ دیگه؟ بگید بچه ها جوابتونو. من باقری، من علیزهی. علیزهی گفت بله. باز نگاه کنید، if داره میگیم شرطیه، تلفن زمانش حال ساده است، پس قاعدتا اینجا بایستی آینده باشه. اکثر بچه ها میان گزینه یک رو علامت میزنن، ولی یک غلطه. چرا؟ به جهتی که اینجا فاعل نداریم ما. چه جملاتی فاعل ندارن؟ جملات امری. و فعل های امری شروع گفته میشه به شکل مصدر بدون تو. شما الان به من بگید درو ببند، چی میگید؟ میگید close the door. میگید close شکل ساده فعل رو میارید. میگید پاشو، میگید stand up، بشین، sit down. دقت فهمیدید؟ بنابراین اینجا چون فعل امر میخوایم، فعل امر هم میشه مصدر بدون تو. خب این الان مصدر با توئه، توشو برداریم چی میمونه؟ سی میمونه، میشه گزینه چهارمی. میگه اگر تلفن کرد بهش بگید که من زود برمیگردم. If she telephones، این تلفن بچه هایاتون باشه هم اسم هم فعله. اگر اسم باشه که میشه خود تلفن، اگر فعل باشه میشه تلفن کرد، میشه خود فون میمونه. فون، فون هم یک معناش میشه تلفن، یک معناش هم میشه چی؟ تلفن کردن. اگر تلفن کرد say that، بهش بگید که I'll come back soon، من زود برمیگردم. یک تذکر دیگه هم داره بگم خدمتون. می‌نویسم تذکر. میگیم در شرطی نوع اول اگر در قسمت شرط، در قسمت چی بچه ها؟ شرط، فعل کمکی شود را به کار ببریم، از احتمال وقوع عمل می کاهد. پس تو شرطی نوع اول اگر در قسمتی که ایف داره، یعنی ایف کلازمون، فعل کمکی شود رو بیاریم، احتمال وقوع عمل چی میشه؟ کم میشه. ببینید همین جمله رو من میتونم اینجوری بنویسم. نگاه کنید، میگم if، جمله اولیمون این بود she telephones say that
Aile. Come back soon. معناش اینه که اگر تلفن کرد به او بگویید که زود برمیگردم. حالا اگر این جمله رو من اینجوری بنویسم، خوب دقت کنید، بنویسم if she should telephone. ببینید تو قسمتی که if داره عزیزان من فعل کمکی should آوردیم، بعد کاما say that I'll come back soon. حالا یه نفر از شما اینو ترجمه کنه، معنی این جمله چی میشه؟ ما گفتیم should رو اگر در قسمت شرط به کار ببریم احتمال وقوع عمل کم میشه. یه نفر این جمله رو ترجمه کنه. معنی این جمله چیه بچه ها؟ تایپ کنید برای من بفرستید. معناش چی میشه بچه ها؟ هیچ کس؟ بله، شاید او تلفن کرد بهش بگید زود برمیگردم. باید اینجوری ترجمه بکنید اینجور جملات رو. میگیم که اگر احیانا تلفن کرد به او بگویید که زود برمیگردم. از هر موقع ما در شرطی نوع اول فقط بچه ها تو قسمتی که ایف داره، یعنی ایف کلازمون فعل کمکی شود رو بیاریم، احتمال وقوع عمل چی میشه؟ کم میشه. مثل این جمله که خدمتتون نوشتم. حالا در این حالت، یعنی همین حالتی که شود داره، در این حالت میتوانیم کلمه if را حذف کنیم به شرط آن که جای should و فاعل را عوض کرده باشیم. ببینید همین جمله بچه ها شما میتونید اینجوری بنویسید، بگید که should she telephone say that بقیه جمله I'll come back soon. این جمله الان معناش با جمله قبلیش فرقی نداره. یعنی بازم میگیم اگر تلفن احیانا تلفن کرد بهش بگید که زود برمیگردم. این میشه شرطی نوع اول با تمام مخلفاتش. اگر سوالی دارید بفرمایید در خدمتتونم. سوالی ندید بچه تو شرطی نوع اول؟ او. یک سوال من میپرسم، حالا که شما سوال ندارید. بچه های قوی از من میپرسن که آقا، میگم بله، میگن ما شرطی ها رو از روی ایف میفهمیم. این جمله الان
ایف نداره، ما چطوری بفهمیم بحثش مربوط میشه به شرطی ها؟ چی جوابشونو بدم؟ از کجا بفهمیم که این جمله شرطیه؟ تو شما که نشید نه ممنون، خیر ممنون، سوال ندارید. حالا یک سوال برای من پیش اومده. یه فاعلمون هست دیگه اینجا. آفرین خانم اربابی. بچه ها در کل جملات زبان انگلیسی یک مورد وجود داره که جای شود و فاعل عوض میشه و آخرش علامت سوال قرار نمیگیره و اونم فقط تو شرطی نوع اوله. یعنی به قول خانم اربابی اینجا ما از این نقطه آخر جمله میفهمیم که این جمله شرطیه، از روی این نقطه. بچه ها شما همیشه دیدیم وقتی جای شود و فاعل عوض میشه قاعدتا جمله باید سوالی بشه. آیا تو کل جملات زبان انگلیسی یک مورد وجود داره که جای شود و فاعل عوض میشه و آخرش هم علامت سوال قرار نمیگیره و اونم فقط و فقط در شرطی نوع دوم؟ متوجه شدید بچه ها؟ از گاهی این علامت ها خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. خب اما میریم سراغ شرطی نوع دوم. شرطی نوع دوم اسم دیگه چیه بچه ها؟ نوع دوم. نوع اول شما تو درس سوم کتاب 11 خوندید. شرطی نوع دوم اسم دیگه چیه؟ اصطلاحا بهش میگن شرطی غیر محتمل. این گرامر درس دوم کتاب 12 درس دوم کتاب 12 میگیم که در این نوع جملات، در این نوع از جملات احتمال وقوع عمل بسیار ضعیف است. احتمال وقوع عمل بسیار ضعیف است و قید زمانی که معمولاً با این نوع از جملات آورده می شوند به صورت حال می باشد. جملات شرطی نوع دوم دارای فرمول زیر می باشند. فرمولشون بچه ها اینجوریه. قسمتی که ایف داره، یعنی ایف که لازمه، باید زمانش گذشته باشه. دقیقا شما شرطی نوع اول رو زمانهاشو یک زمان ببرید عقبتر میشه شرطی نوع دوم. نوع اول ایف که لازمه زمانش حال بود، تو نوع دوم ایف که لازمه باید زمانش چی باشه؟ گذشته باشه. طرف دیگرش بایستی آینده در گذشته باشه. آینده در گذشته. حالا این آینده در گذشته چی ساخته میشه بچه ها؟ would، could و یا might به اضافه مصدر بدون تو. پس شرطی نوع دوم یعنی این قسمتی که if داره باید گذشته باشه، قسمت که ایف نداره بایستی آینده در گذشته باشه. آینده در گذشته بچه ها یعنی بود و کود و مایت به اضافه مصدر بدون تو. سوالی ندارید تا اینجا؟ اگر سوال ندارید مثال بزنم. سوال نیست؟ من یک سوال میپرسم خانم باقری، شما بگید.
بچه ها میگن این آینده در گذشته یعنی چی؟ میگن آقا اگر آینده است گذشتهش چیه؟ اگه گذشته یا آیندهش چیه؟ چی بگم بهشون؟ کی میتونه بچه ها بگه؟ آینده در گذشته یعنی چی؟ خانم اربابی شما میتونید بگید؟ من خودم میگم. ببینید دو تا عملی رو که امروز انجام دادید شما در نظر بگیرید. مثلا صبح نماز خوندید، ظهرم نماز خوندید. هر دوتاش نسبت به حالا چیه؟ گذشته است. کدوم یکیش بعدن انجام شده؟ نماز ظهرتون. نماز ظهر شما نسبت به نماز صبحتون میشه آینده. نسبت به حالا چی میشه؟ میشه گذشته. دومین عمل میشه آینده در گذشته. دقت کردید؟ نه 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 اینجوری نیست خانم علیزه ای. دقت بفرمایید. مثلا شما صبح صبحونه نوش جان کردید، ظهرم نهار خوردید. هر دوتاش نسبت به حالا گذشته است. خب نهار خوردن شما نسبت به صبحونه خوردن تو میشه آینده. ولی نسبت به حالا چیه که عصره؟ میشه آینده در گذشته. پس وقتی دو تا عمل در گذشته انجام بشه، دو تا عمل تو گذشته انجام بشه، خب یکیش بعد از اونی که دیگه انجام شده. اونی که بعد اتفاق افتاده رو بهش میگن آینده در گذشته. حالا مثالم میگم بهتون. ببینید این جمله، If she here now her the news. یه جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. Comes will tell, came would tell, comes will be told و came would be told. بفهمید که کدوم جواب انتخاب میکنید و چرا؟ در سوالات قبلی من یه قسمتشون میدادم، قسمت دیگر رو شما باید انتخاب میکردید. اینجا هر دو قسمتش رو حذف کرده. به نظر شما این تست غلط نیست بچه ها؟ بچه ها این تست به نظر شما غلط نیست؟ یعنی دو تا جواب داشته باشه؟ بله. ببینید اگر شما صفحات قبلی منو دقت میکردید، اینجا مثلا تو تعریف شرطی نوع دوم چی گفتیم؟ گفتیم احتمال عمل ضعیفه و قید زمانی که باش میاد، قید زمانش باید به صورت چی باشه؟ حال باشه. پس تو شرطی نوع دوم
قید زمانی که باش میاد حاله. اما مثلا تو شرطی نوع اول تو تعریفش گفتیم قید زمانی که باش میاد به صورت آینده است. نگاه کنید، قید زمانی که تو شرطی نوع اول میومد به صورت چیه بچه ها؟ آینده. حالا برگردیم سری این تست. اینجا ببینید، الان میگیم if داره، شرطیه. خب اگر این اولی رو بزنیم میشه شرطی نوع اول، دومی رو بگیم میشه شرطی نوع دوم، سومی رو بگیم باز میشه شرطی نوع اول، چهارمی رو بگیم میشه شرطی نوع دوم. فرقاشون هم میدونید دیگه، باز این دوتا مجهولن، این دوتا چیان معلومن. خب حالا از کجا من بفهمم که نوع اول رو انتخاب کنم یا نوع دوم؟ نگاه میکنم به قید زمانش. now داره، now قیدش حاله. ما گفتیم تو شرطی نوع اول، نوع دوم قید زمانی که باش میاد باید چی باشه؟ حال باشه. بنابراین تو این جواب ها میگیم گزینه دومی درسته. if she came here now، اگر همین الان اینجا می اومد، I would tell her the news، من خبرها رو بهش می گفتم یا خبرکشی می کردم. یاد کردید؟ یعنی اول باید می اومده بعد خبرها بهش گفته می شد. به این میگن چی؟ آینده در گذشته. نمیدونم متوجه شدید بچه ها یا نه. پس تو شرطی نوع اول قید زمانی که باش میاد میشه آینده، تو شرطی نوع دوم قید زمانی که باش بیاد میشه چی؟ حال. این قید ها مهم من بچه ها. اینجوری یک تذکری هم داره این شرطی نوع دوم بگم خدمتون. گیم تذکر در شرطی نوع دوم فعل توبی در قسمت شرط یعنی قسمت ایف کلاس برای کلیه فاعل ها به صورت ور آورده می شود یا ور نوشته می شود. یعنی تو شرطی نوع دوم قسمت ایفکلازمون اگر شما خواسته باشید فعل توبی بیارید، خب گذشته توبی چی میشه بچه ها؟ میشه وازوور دیگه. حالا اینجا میگیم برای همه فاعل ها ما میتونیم از ور استفاده کنیم. آی بود ور بذارید، هی بود ور بذارید، شی بود ور بذارید. برای کلیه فاعل ها از ور استفاده میشه. ببینید مثلا میگم که if I in your shoes I'd accept their suggestion. یه جمله است، چهار تا جواب به ما میدن. am، was، were، چهارمیش هم میگیم دو و سه. یک مدل جوابم اینجوری می‌نویسم: am، was، were و would be. خوب دقت کنید، خواهشاً این توضیحات منو گوش بدید. باز به ظاهر این جمله نگاه میکنم، میبینم if داره، میگم شرطیه. این طرفش بچه ها would accept اومد. این آپاستروفی دی تو بحث زمان ها بهتون گفتم
این هم میتونه مخفف وود باشه، هم میتونه مخفف هد باشه. اگر وود بگیریم بعدش مصدر بدون تو میاد، و اگر حد بگیریم بعدش قسمت سوم فعل میاد. درسته؟ حالا من اینجا از کجا میفهمم این ووده بچه ها؟ چون بعدش مصدر بدون تو اومده، accept اومده، مصدر بدون تو اومده. پس اینجا آینده در گذشته است، آینده در گذشته. اینجا بایستی گذشته باشه. خود به خود گزینه یک این و چهار این حذف میشه. حالا اینجا فاعلمون آی هست، با آی باز درسته بچه ها. تو این تذکره چی گفتیم؟ گفتیم تو شرطی نوع دوم برای همه فاعل ها تو میتونی ور بیاری. خب ور هم درسته. حالا جوابی به ما داده بگه هر دو، ما آخری رو میزنیم. ولی اگر بخوایم با ردیف دومی جواب بدیم، اینجا باز رو داده، ور رو هم داده، جوابی نداده بگه هر دو. اینجا بین باز و ور میگیم ارجحیت با چیه بچه ها؟ با ور هست. معنی این جمله چیه بچه ها؟ یه نفر ترجمه کنه؟ یه نفر این جمله رو ترجمه کنه. If I were in your shoes, I'd accept their suggestion. چی میشه معناش بچه ها؟ آره درسته. اینجا in your shoes نه این که تو کفشات بودم، یعنی اگر به جای تو بودم پیشنهاد اونها رو میپذیرفتم، قبول میکردم. If I were in your shoes I'd accept their suggestion. اگر به جای شما بودم پیشنهاد اونها رو قبول میکردم. این میشه شرطی نوع دوم. و تو شرطی نوع دوم فعل to be در قسمتی که if داره اگر بیاد میتونه برای همه فاعل ها به شکل were نوشته بشه. هی هم باشه ور میگید شما، شی هم باشه ور میگید، آی هم باشه ور. درست شد؟ حالا در ادامه این اینجوری باید بنویسم براتون که در این حالت، کدوم حالت بچه ها؟ همین حالت که ور میارید. در این حالت میتوانیم کلمه ایف را حذف کنیم به شرط آن که جای ور و فاعل را عوض کرده باشه. تو شرطی نوع اول وقتی شود می آوردیم تو ایف کلاس میتونستیم شود رو با فاعل جاشو عوض کنیم، ولی تو شرطی نوع دوم میگیم اگر ور بیاریم میتونیم ایف رو برداریم جای ور و فاعل شو کنیم عوض کنیم. ببینید همین جمله رو اینجوری می‌نویسم: I in your shoes I'd accept their suggestion. یه جمله است با جواب‌هایی که به ما میده: should، had، was و were. خوب دقت کنید، در این سوال مینام اول جمله فعل کمکیه، جاش با فاعل عوض شده، اما آخر جمله علامت سوال نداره، نقطه داره. پس میفهمم جمله من شرطیه، چون فقط تو حالت شرطی ها این حالت رو ما داریم که جای فعل کمکی و فاعل عوض شده و آخرش علامت سوال قرار نگرفته. اگر بخوای شرطی نوع اول باشه باید شود باشه، شرطی نوع دوم باشه بایستی ور باشه. خب خود به خود این حد و باسی میشن، حذف میشن. حالا از کجا بفهمم نوع اول یا نوع دوم؟ ادامهش نگاه میکنم، اینا هم بود اکسپت آورده، آینده در گذشته آورده.
پس این حتما شرطی نوع دومه و بایستی از چه استفاده کنیم؟ Where استفاده کنیم. Where I in your shoes. یعنی if I were in your shoes. اگه به جای تو بودم پیشنهاد اونها رو قبول میکرد. این هم شرطی نوع دوم بچه ها با تمام مخلفاتش. اما شرطی نوع سوم رو بهش میگن شرطی غیر ممکن. شرطی نوع سوم رو شرطی نوع سوم یا اصطلاحا بهش میگن شرطی غیر ممکن. اولی رو میگفتیم شرطی ممکن، دومی رو گفتیم شرطی غیر محتمل، سومی رو میگیم شرطی غیر ممکن. اینجا خدمتتون میگم که حالت امکان وقوع عمل به هیچ وجه وجود ندارد و قید زمانی که معمولاً با آنها به کار برده می شوند به صورت گذشته است. جملات شرطی نوع سوم دارای فرمول زیر می باشند. باز بچه ها شرطی نوع دوم رو اگر یک زمان ببرید عقب‌تر میشه نوع سوم. ببینید قسمتی که if داده بایستی ماضی بعید بیارید و اون طرف دیگرش بایستی آینده در گذشته کامل باشه. یعنی چی؟ یعنی would داشته باشه، could داشته باشه یا might داشته باشه، به اضافه have، به اضافه قسمت سوم فعل. به این میگن آینده در گذشته کامل. ببینید مثلا میگم که if، همون جمله قبلی رو، she had come here the news to her. این جمله رو ببینید. حالا جوابهاش could tell، could be told، could have told و could have been told. بفهمید کدوم جواب انتخاب میکنید و چرا. جواب چهارمی. بله درست هم هست. ببینید باز if داره بچه ها، میگیم شرطیه. اینجا had come اومده، ماضی بعیده. این come یادتون باشه بچه ها گذشتش میشه came، قسمت سومش میشه come. باز دوباره چون بعضی ها میگن چرا came ننوشید شما، come قسمت سومش خود come میشه، ماضی بعید اومده. پس اینجا باید آینده در گذشته کامل باشه. خود به خود گزینه یک و دو خط میخوره، یا سه درسته یا چهار درسته. باز این معلومه بچه ها، این چون هم بی داره هم قسمت سوم فعل میشه مجهول. و باز رابطه خبر و گفتن خبر یه رابطه چیه؟ مجهوله. بنابراین ما باید گزینه چهارمی رو انتخاب کنیم. معناش چیه؟ میگه اگر اینجا اومده بود خبرها میتونست بهش گفته بشه. یعنی این بابا نیومده و خبرها هم بهش گفته نشده.
این میشه شرطی نوع سوم. حالا تو شرطی نوع سوم هم بچه ها ما میتونیم if رو حذف کنیم، شرط داره، شرطش اینه که جای حد و فاعل رو عوض بکنیم، جای حد و فاعل رو عوضش بکنیم. ببینید اینو به عنوان تذکر میگم، میگیم در شرطی، در شرطی نوع سوم نیز می توانیم کلمه if را حذف کنیم به شرط آن که جای حد و فاعل را عوض کرده باشیم. دقت فرمودید؟ مثلا این جمله رو نگاه کنید. If یا اینجوری بگم جمله رو. He done his homework. He by the teacher. یه جمله است. چهار تا جواب. Should, won't be punished. Where wouldn't be punished. Say had would be punished. Had wouldn't be punished. بگید کدوم جواب بچه ها؟ کدوم جواب بچه ها؟ بله بله درسته. ببینید باز نگاه میکنیم میبینیم اول جمله یک فعل کمکی آورده، خب قاعدتا باز سوالی باشه ولی آخرش علامت سوال نداره. ما گفتیم تو شرطی ها این کار رو میتونیم بکنیم. تو شرطی نوع اول شود میاد، نوع دوم ور میاد، نوع سوم هد میاد. تا اینجا پس همش درسته. خب خانم ها میدونن که با شود و ور که خودش فعل اصلیه، با شود هم مصدر بدون تو میاد، یا قسمت سوم فعل اومده. چون پی پی اومده پس شود و ور نمیشه، یا حد درسته یا حد درست. عشبت که اینجا میگیم این دوتا هم غلطن بچه ها. چرا؟ چون بایستی آینده در گذشته کامل من میشتم، یعنی میگفتم would have been punished. would be punished مال شرطی نوع دومه. اینجا هیچ کدوم از این دوتا هم درست نیست، یعنی جواب صحیح میشد شماره 5 بچه ها. یعنی میگفتیم had، بعدش میگفتیم wouldn't، have been punished. اینجوری باید میگفت، یعنی جواب پنجمی درست میشه. درسته خانم امدادیان، خانم باقری، خانم علیزه ای؟ چون شرطی نوع سوم قسمت مین کلاسمون
بایستی would have و پی پی باشه. اینجا من نوشتم would be punished، نوشتم wouldn't be punished. نه، اینا هیچ کدوم نمیتونه درست باشه. بایستی از would have been و پی پی استفاده میکنیم. تو حالت مجهول هم داره، بایستی been هم بیاریم. میگه اگر تکالیفشو انجام داده بود، او تنبیه نشده بود توسط معلم. یعنی چی؟ یعنی تکالیفشو انجام نداده و معلم هم او رو تنبیهش کرده. اینجوری میشه که گزینه آخری بچه ها. بعد یک نکته دیگه هم داره و اون اینه، نگاه کنید. میگیم unless برابر است با if not. از این چی میفهمید بچه از این فرمول؟ خود unless که میدونید معناش چیه، یعنی مگر اینکه. unless معناش میشه مگر اینکه. حالا معنی این فرمول چیه بچه ها؟ گفتید این دیگه مختص شرطی نوع اول و نوع دوم و نوع سوم نیست، تو همه شرطی ها این قضیه صادقه. توضیحش هم اینه که میگیم هرگاه در جملات شرطی قسمت شرط، یعنی قسمت ایف کلاز، منفی شده باشد، می توانیم کلمات if و not را از جمله حذف کنیم به شرط آن که در محل if کلمه unless، یعنی مگر اینکه قرار دهیم. پس هر جا شما بچه ها unless رو دیدید، یعنی جمله شما شرطی بوده و به جای if و not نشسته. if و not رو ما میتونیم حذف بکنیم به شرط اینکه در محل if چی بذاریم؟ unless بذارید. اجازه بدید یه مثال بگم تا خودم بفهمم چی گفتم. مثلا میگم که will go mount climbing if it doesn't snow. این جمله رو ببینید. خب الان تو این جمله اگر بعد بفهمید، قسمت if کلاز شما منفی شده، if not داره. ما گفتیم به جای if و not میتونیم کلمه چی بذاریم؟ unless بذاریم. پس if و not رو توامان از جمله حذف میکنیم. شرطش اینه که در محل if کلمه unless رو حتما قرار بدیم. خب حالا بقیه جمله چی میشه؟ به این ترتیب. قسمت main کلاز که دست نمیخوره، میگیم will go mount climbing unless. حالا این طرفش it فاعلشه، اینم it. وقتی not حذف بشه بچه ها، does هم خود به خود چی میشه؟ حذف میشه. و وقتی does حذف بشه فعلش چی میگیره؟ اسم میگیره. میگیم unless it snows. این جمله و این جمله از نظر معنایی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. ببینید جمله اولی میگه ما میریم کوهنوردی، به کوهنوردی خواهیم رفت اگر برف نیاد. بعد اینجا میگه به کوهنوردی خواهیم رفت مگر اینکه برف بیاد. میگه در نظر معنایی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اولی میگه به کوهنوردی خواهیم رفت اگر برف نیاد. دومی میگه به کوهنوردی خواهیم رفت مگر اینکه برف بیاد. ببینید معنا و مفهوم این دو تا جمله هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن.
اینم از بحث شیرین جملات شرطی. اگر جایی رو شما احساس میکنید گنگ، نامفهوم یا اشکال دارید، بفرمایید که توضیح بدم خدمتون. سوال ندارید بچه ها؟ خب ما لغت ها رو تا صفحه چند گفتیم بچه ها، یادتون هست؟ خانم امدادیان لغت ها رو تا چه صفحه گفتیم؟ لغت های کتاب 12 رو تا چه صفحه ای توضیح دادیم بچه ها؟ خب من اینجا یادداشت کردم لغات درس اول تموم شده، بایستی لغات درس دوم رو بگیم. بله، تو لغات درس دوم کلمه کامپایل رو دارید، صفحه چند میشه بچه ها؟ 43. کلمه کامپایل بنویسید گدر، یعنی گردآوری کردن، تعریف کردن. کامپایل به معنای تعلیف کردن، گردآوری کردن. میتونید معادل با گدر بگیرید. کامپایلر که میگید یعنی مؤلف، به معنای مؤلف، نویسنده. این کلمه تیک تو خط دومش که توک نوشته بچه ها، کلمه تیک یک معناش میشه گرفتن، یک معناش میشه بردن. اینجا معناش چیه؟ اینجا بنویسید continue، یعنی طول کشیدن. کلمه magnify بچه ها، magnify یعنی بزرگ نمایی کردن. وقتی میگید magnificent، این معناش میشه با شکوه، با عظمت. شما یه مهمونی میرید، یه مهمونی با شکوه، میگید چه خبره؟ میگید how magnificent the party is، چه مهمانی با شکوهی. ولی کتابتون نوشته magnifying گلاس، این یعنی ذره بین. مگنیفاینگ گلاس معناش میشه ذره بین. و میگید مایکروسکوپ، این یعنی میکروسکوپ. میگید تلسکوپ، یعنی تلسکوپ. یعنی magnifying glass رو میگیم شیشه‌ای که بزرگ نمایی میکنه، میشه ذره بین. چون خود گلاس رو مصدرید که یک معناش میشه لیوان، یک معناش میشه شیشه، که همین کلمه شیشه وقتی با magnifying میاد به معنای ذره بین میشه، شیشه ای که بزرگ نمایی میکنه. ضمناً کلماتی مثل multiply این یعنی ضرب کردن. و
ولی اگر شما بخواید اینو دو ضرب در دو رو بخونید، اینجا ضرب در رو by میگید، نمیگید two multiply two، میگید two by two. یاد کردید؟ از خود عمل ضرب رو multiply میگن، ضرب کردن، ولی خود نماد ضرب رو بخوایم بخونیم از by استفاده میکنیم، میگیم two by two، دیگه نمیگیم two multiply two. ولی کلمه divide این یعنی تقسیم کردن. ولی شما مثلا اینو میخوای بخونی چی میخونی؟ نمیگی 3 divide 4، همینجور که تو فارسی میخونی باید بگی. خب تو فارسی شما میگی 3 چهارم، این هم میخونی 3 fourths. 3 یعنی 3، fourths هم یعنی چهارم دیگه. بالای صورت رو شما بایستی شمارشی بخونید، مخرجش رو به صورت ترتیبی بخونید، میگید 3 4 3 چهارم. یا اینو شما مثلا میخونید 1 second 1 دوم، 1 second. یا 7 میگید بچه ها، 7 هم به معنی چی؟ نیم. 1 second یا 7 میگید. ولی ماینس بچه ها، ماینس این به معنی منها هست، تفریق هست، و اد هم که میشه افزودن و جمع بستن، اد یا پلاس میگن به این طرد. اما تو صفحه 44 اون قسمتی که از یک صفحه فرهنگ لغت عکس گرفته، یک دو تا کلمه وجود داره بچه ها. یکی کلمه اکسنت. اکسنت دخترم یعنی لهجه. اکسنت یعنی لهجه. کلمه پارتیکولر، این یعنی اسپیشل، یعنی مخصوص. پارتیکولر. و کلمه education هم که قبلا هم گفتم به معنای schooling، تو درس حافظ گفتم به معنای تحصیل schooling میشه. اما تو صفحه 45 بچه ها این کلمه mono به عنوان پیشوند بیاد، معناش میشه وان. کلمه بای به عنوان پیشوند بیاد، معناش میشه تو. وقتی میگه مونولینگوال، این یعنی یک زبانه. وقتی میگه بایلینگوال، این یعنی دو زبانه. مونولینگوال و بایلینگوال اینا پیشوندن بچه ها. شما مثلا میگید سایکل یعنی چرخ، وقتی میگید بایسیکل یعنی دوچرخه، چون بای خودش یعنی تو دیگه، اینم که میشه چرخ، دوتاییش با هم دیگه میشه بایسیکل یعنی دوچرخه، وسیله‌ای که دوتا چرخ داره. اما تو صفحه بعدیش بچه ها فرق ترانسلیتینگ و ترانسلیشن چیه؟ ما یک ترانسلیتینگ داریم، یک ترانسلیشن داریم، هر دوتاشون یعنی ترجمه. تفاوتشون چیه بچه ها؟ Translating و Translation هر دوتاشون میشه ترجمه، هر دو هم اسمن. فرقشون چیه؟ کسی میتونه بگه؟ بچه ها صدای منو دارید؟
فرق ترنسلیتینگ و ترنسلیشن. آها. ترنسلیتینگ بچه ها ما اومدیم به فعل ترنسلیت آنجی دادیم، به این میگن وربال. وربال ها اسم هایی هن که خاصیت فعلیشون رو حفظ میکنن. پس اگر به فعل آنجی بدیم درسته اسم میشه، ولی همون خاصیت فعل رو داره. یعنی اگر فعلش مفعول بگیره، این اسمش هم میتونه مفعول بگیره. یعنی شما میتونید بگید translating the text. The text، ترجمه متن، این مفعولش میشه دیگه. ولی اگر با غیر از ing به اسم تبدیل شده باشه، به این میگن نامینال. نامینال ها فقط اسمن دیگه، مفعول نمیگیرن. غلطه بگید translation the text، این به کار برده نمیشه. پس اگر به فعلی شما ing بدید، فعل ing دار، این وربال بهش میگن. وربال ها خاصیت فعلیشون رو حفظ میکنن، یعنی میتونه مفعول بگیره. ولی در غیر این صورت با هر پسوند دیگه اسم شده باشه، خاصیت فعلیشو حفظ نمیکنه و نمیتونه مفعول بگیره. تفاوتش در اینه. به اون میگن چی؟ نامینال. کلمه کویت رو داره بچه ها. کویت گفتیم یعنی گیو اپ، یعنی رها کردن، ترک کردن. گیو اپ، رها کردن، ترک کردن. کویت بهش میگن. کلمه دیستروی رو داره. دیستروی یعنی روین، یعنی خراب کردن. دیستراکشن اسم میشه، یعنی تخریب. دیستراکتیو یعنی مخرب. اینا مشتقات کلمه دیستروی هستن بچه ها. اون قسمتی هم که گفته لوکینگ شماره 5 رو نگاه کنید تو صفحه 40. The definition meaning of، میگه معنای فارسی این عبارت چیه؟ Actions speak louder than words. اینو بهش میگن بچه ها proverbs، یعنی ضرب المثل. Actions speak louder than words. معناش میشه به عمل کار براید، به سخندانی نیست. یک ضرب المثل اینجا آورده، چند تا هم تو درس آخرتون آورده، حتما حفظ بکنید. هم تو امتحان نهایی میاد بچه ها، هم توی کنکور میاد. یکیش اینجاست، actions speak louder. به اینها میگم proverb. پروورب دخترم یعنی ضرب المثل. به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه تا به نتیجه برسه. بدون زحمت و تلاش آدم به جایی نمیرسه. عرض کنم خدمتون که اون قسمت پایینش هم بچه ها کلمه پرونانس رو داره. پرونانس یعنی تلفظ کردن. پرونانس به معنای تلفظ کردن. وقتی میگه پرونانسیشن اسم میشه، در واقع میشه تلفظ. pronunciation یعنی تلفظ.
اما تو صفحه 47 بچه ها، اولا بدونید که فرهنگای لغت رو ما میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. یکی elementary، یکی intermediate، و یکی هم advanced dictionary. یعنی فرهنگ لغت ابتدایی برای سطوح پایین، intermediate یعنی متوسط و advanced هم یعنی پیشرفته، یا در واقع level یا سطوح فرهنگ لغت. انواعشون چی میشد بچه ها؟ یا مونولینگوال بود یا بایلینگوال بود، ولی سطحشون levelشون این سه تا سطح رو داره، یا ابتداییه یا متوسطه یا پیشرفته است. advanced بهش میگم، سطوح فرهنگ لغت. کلمه recommend بچه ها، recommend یعنی suggest، یعنی پیشنهاد کردن. کلمه suppose یعنی فرض کردن، suppose یعنی فرض کردن. کلمه app بچه مخفف application هست. application معنا داره، یک معناش میشه نرم افزار یعنی software، یک معناش هم میشه تقاضا، میشه درخواست. که هاردویر بچه ها یعنی سخت افزار، هاردویر یعنی سخت افزار. ولی خود اپلای بنویسید تقاضا کردن، بنویسید درخواست کردن، اپلای میشه یعنی تقاضا کردن و درخواست کردن. پی سی هم که میدونید یعنی پرسونال کامپیوتر، پی سی یعنی پرسونال کامپیوتر، کامپیوتر شخصی. ولی وقتی میگه پی سیز اسم بهش میده میشه پرسونال کامپیوترز، یعنی کامپیوترهای شخصی. دقت کردید؟ خود پرسن به تنهایی بچه‌ها یعنی شخص، معادلش میشه individual یعنی شخص. پرسونالیتی که میگید یعنی شخصیت، یعنی کاراکتریستیک، یعنی شخصیت. پرسونالیتی یعنی کاراکتریستیک. کلمه اسمارت هم که میدونید یعنی کلیور، خود کلمه اسمارت یعنی کلیور، یعنی هوشمند. میگید اسمارت فون یعنی تلفن هوشمند، تلفن هوشمند، اسمارت فون. خب میره توی اون متنش که مکالمه است بین مجید و آقا معلمش آقا ایران مهر. میگه مجید قصد داره انتخاب فرهنگ لغت مناسب برای کلاس انگلیسیش، او داره حرف میزنه با معلم انگلیسیش در طی بریک. بریک بچه‌ها به معنی زنگ تفریح اینجا. خود بریک به معنی شکستنه، بریک به معنی افطار کردنه. بریک به معنی شکستن یا افطار کردن و یا زنگ تفریح. بریک، بریک تایم میگیم در واقع. میگه اکسیوز می میسه ایران مهر، ببخشید آقا ایران مهر، I wonder if you could help me. این چون شرطیه بچه این جمله؟
I wonder if you could help me. همیشه تو امتحانش هم توی جملات عصب ترم اولتون میاد، ترم دوم تن امتحان نهایی میاد. آ بچه ها این الان کدوم نوع شرطیه؟ I wonder if you could help me. شرطی نوع اول، دوم یا سوم بچه ها؟ بچه ها صدای منو دارید؟ این شرطی نوع چندم خواهیم امداد یا دوم؟ باقری میگه هیچ کدوم. آفرین باقری، باریکلا. آره این اصلا شرطی نیست، این با هیچ کدوم از اون فرمولایی که من گفتم همخوانی نداره. اینجا if اصلا اگر معنا نمیشه، if یعنی که آیا، یعنی whether. در تعجبم که آیا میتونید کمکم کنید یا نه. اینجا if یعنی whether بچه ها، یعنی که آیا. ببینید این جمله رو مینویسه I wonder you could help me. بعد بالاش هم مینویسه با اطلاعات خودتون جمله رو کامل کنید. ما باید اینجا if بذاریم، ولی if معنی اگر رو نمیده. if اینجا معناش میشه whether. whether یعنی چی؟ یعنی که آیا. در تعجب هم این جمله خیلی مؤدبانه است، داره با معلمش حرف میزنه. یاد کردید؟ در تعجبم که آیا میتونید کمکم کنید یا نه. این در واقع ادامهش اورنات داشته، اورنات به قرینه چی شده؟ حذف شده، چون همیشه وده با اور میاد. بچه الان گفتیم این شرطیه، باید میگفتید نه دیگه، چون شرطی ها ایف کلازشون گذشته باشه اون طب باید آینده در گذشته باشه. اینجا که این شرایط رو نداره خانم امدادیان. این کلمه واندر یعنی تعجب زده شدن، با تعجب گفتن. واندر به معنی شگفت زده شدن. یا با تعجب گفتن. وقتی میگید واندرفول یعنی شگفت آور. واندرفول به معنای شگفت آور. بعد میگه how can I help you. ایران مهر میگه چطوری کمکت کنم. میگه I'd like some information. اطلاعاتی رو میخوام. بعد اینجا این آپاستروفی دی مخفف بوده بچه ها. مایلم اطلاعاتی داشته باشن درباره یک فرهنگ لغت خوب. Well, have you ever used a dictionary؟ آیا تا کنون استفاده کردی از یک فرهنگ لغت؟ Ever اینجا یعنی تا کنون، یعنی so far. Actually, I haven't. راستشو بگم نه، در واقع نه. But I've heard that using a good dictionary can really help me learn English better. اما شنیدم که استفاده از یک فرهنگ لغت خوب در واقع میتونه کمک کنه به من که انگلیسی رو بهتر یاد بگیرم. اینجا به جای learn بچه ها چی میتونیم بذاریم؟ Help me learn English better. به جای learn چی میشه گذاشت؟ میتونید بگید؟ بچه ها با شما هم ها به جای learn چی میتونیم بذاریم؟ باز اگه یادتون باشه قبلا گفته بودم بعد از help هم میتونید شما مصدر بدون تو بذارید، هم میتونید مصدر با تو بذارید. الان اینجا زیر help رو خط بکشید، قبلش اومده. و بعد از help مصدر بدون تو learn آورده. شما با learn بنویسید to learn، هر دو حالتش درسته، معناش هم هیچ عوض نمیشه. help این حالت رو داره که هم بعدش میتونیم مصدر بدون تو بذاریم و هم میتونیم مصدر با تو قرار بدیم.
اینجا خودش بدون تو آورده، شما میتونید براش میمیسید تو لرن، هیچ ایرادی نداره. تازه من اینم به شما گفتم که ترکیب couldn't help اگر به معنی ناچار بودن باشه، فعل بعدش میتونه چی بگیره؟ آینجی بگیره. couldn't help بعدش چی بیاد؟ آینجی دار بیاد. پس اینجا بالی لرن بچه تو کتاباتون بنویسید تو لرن، زیر help رو هم خط بکشید. That's right. بسیار خوب. First I recommend a learner's dictionary. اول از همه من پیشنهاد میدم یک فرهنگی لغت لرنر بخرید. لرنرز دیکشنری اسم یک فرهنگی لغت، مثل آکسفورد مثلا، مثل وبستر. مجید هم چون از پشت کوه اومده نمیفهمه که لرنرز انگلیسی چیه. میگه What's a learner's dictionary؟ فرهنگی لغت لرنر چیه؟ بعد آقای ایرانمهر میگه It is designed، طراحی شده، for foreign students، برای دانشجوی خارجی. It also helps them، همچنین کمک میکنه learn English better، که انگلیسی رو بهتر یاد بگیرن. باز اینجا learn رو بچه ها کنارش میسید to learn، چون بعد از help اومده هم میشه بدون تو گذاشت هم میشه با تو گذاشت. بعد میگه Is there only one type of it؟ آیا فقط یک نوع از اون وجود داره؟ خب تا همینجا کافیه، انشاءالله بقیهش رو جلسه آینده در خدمتتونیم. شما رو به خدا میسپارم، خدا حافظ شما.